بینندگان عزیز سلام عرض شد، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخواستم شما رو همراه خودم ببرم داخل فروشگاه تونتای و قیمت های این فروشگاه و جنسش رو بهتون نشون بدم. خب دوستان، شروع میکنیم از همین قسمت اول فروشگاه به فیلم گرفتن. قسمت اول سمت راست قسمت سبزیجات و میوه‌جات، این بخش به خاطر فشار تقاضایی که هست این قسمت خالی شده. یه سری میوه های آسیایی هن که اینا زیاد با سیستم ایران سازگار نیست، ولی خب مصرف کننده های خودشو داره، اینجا تقاضای خودشو داره. قسمت فلفل دلمه‌ای این قیمتشو ملاحظه میکنید. این قسمت انواع قارچ ها رو داره با قیمت های مختلف. همونطور که ملاحظه میکنید سه طبقهش هم نوع های مختلف قارچه، قیمت هاشون هم فرق میکنه. اینا رو بیشتر متقاضی آسیایی داره و مصارفشون هم کاملا متفاوت. این قسمت مجدد فلفل دلمه‌ای هست، ولی خب با رنگ‌های متفاوت. و قیمت های مختلف. فلفل ها کوهایی هن اینا. همونطور که میبینید اینا همه جور ملون دارن که این وینتر ملونشه. اینا قیمتاش، یه سری محصول قیمت ها روش خورده با وزنی که دارن و یه سری هم هر شلف قیمت خودشو داره که به طور عمده هرچی بردارید به همون قیمت حساب میشه. ولی خب اونایی که وزن دارن مثلا ملاحظه میکنید این 2.21 این 1.91 که به خاطر وزنی که دارن. اینا چاینیز اوکراس هستن. قسمت لیمو ترششه، باز هم بسته بندی داره هم باز داره، هم لیمو ترش های سبز داره. این بخشش سیرای پوسکنده است. این لوتوس من خودم نمیدونم چیه. اینه جوانه، و خب چستنات 2.59. انواع سبزی ها رو ما اینجا ببینیم، اسفناج، پیاز سبز، کلم بروکلیه، بروکلی 1.59. همچنان بروکلی
چیزه مثل کلمه های کوچولو هست. تنوع خیلی زیادی دارن و متقاضی خودش هم دارن. دو جور هویج دارن، یه سری هویجشون کوچیک و بسته‌بندی و یه سری هم عادی و تو سایزی که همه میدونیم، ولی خب تقاضا واسه هویجای کوچیک هم اینجا هست همیشه. این قسمت هم همچنان قسمت سبزیجات یا بروکلی های چینیه. تایوان باک تنهای شانگای سام هستن. یه سری هم واقعا آدم نمیدونستن همچنان تو کره زمینیم یا فضا اینه اومده. من برگشت و قفس روبروی هم خدمت نشون میدم. قسمت ذرتشه. لوبیان یه نوع خاصی از لوبیان، اسپناج قرمز، اسپناج سفید، چیوی فلاور، سیره دوستان. اینا یمای چینیه، یه حالتی مثل سیب زمینیه. مجدد هویجی تو این قسمت. این بخش اینا سیره که مثلا دو تاشو بردارید $2 حساب میشید. ببخشید، یعنی دو تاش برای این زده دو تاش دو تا، اگه یه دونه بردارید 1.29. پیاز زرد و سفید و پیاز بنفش و اینا نارگیل هم دوتا 2.59. این بخشش مجدد همین قارچایی هم که بهتون نشون دادم. موز یه نکته بگم، دو نوع موز هست. یه موز هست که امروز نرسیده و گرین پلانتین یلوش هم هست، اینا رو سرخ میکنن مثل سیب زمینی، ولی خب همین موزا یه مدتی میمونه و موز عادی میشه و میشه خورد بدون سرخ کردن. این قسمت سیب زمینیشه. اینا یمن همچنان. این پوتیتو عادیه و حالا باز تنوع مختلف سیب زمینی. این انگورای بسته بندیه. انگور سیاهه. هم بس دوستان، سیبه زیبا. هم انواع مختلفی دارن مجدد، تنوعش خیلی زیاده.
همونطور که میبینید انواع فوجی و سیب سرخ و سبز و همشون هم اسم دارن دیگه، مراجعه میکنید. کیویه نام شلیلن، اناره، قسمت هلوشه، نام زردالوه، آووکادو، اینا گواوای گوجه زیتونیشه، اینا بریه، توت سیاه، بلک بریز، توت فرنگی، مجددا کیوی، اینا گلابی های کاکتوسیه، جالب هم نه، هم به های کولومبیاییه که وارد میشه از کولومبیا. قسمت اینا دراگون فروت هم مجدد که اول ویدیو هم ملاحظه کردید، این قسمت برای اینا نارنگی هم، نارنگی های اسرائیلیه، اینا پرتقال هم. لوبیا شن اینا، حتی اسماشون هم دیگه مثلا یو چوی میو، واقعا آدم نمیدونه چیه، اینا رو باید دونه دونه خرید رو تست کرد. خیلی هاش حتی دیگه به تست هم نمیرسه، چون واقعا خیلی هاش با سیستم تغذیه‌ای ما و تو فرهنگ ما اصلا نیست. خب بخش عمده ای از اینا رو ما اصلا مصرف نمی کنیم. اینا مثلا کلمه های تایوانیه، اینا رو زده بیتر میلان، بیگ پلانت ها هست، سیبای بسته‌بندیش مجدد، گلابیه، قسمت موزه، گوجه هاش هم اینجا،
اون قسمت موزاییه که قابل خوردن هم و نیازی به سرخ کردن نداره، موز معمولی. این هم یه مدل دیگه از نارنگیه، نارنگی اسرائیلیه. پرتقال های فلوریداییه. مثلا نوع هندونه های کوچولو شده دیگه. نزدیکترین هندونه به هندونه های ایران همینا. خب تقریبا بخش میوه ها تموم شد و این بخش روغنه. انواع اقسام روغن هاشون هست. یه سری محصولات هم میگم، چون حالا این فروشگاه چینیه واقعا یه قسمتش اصلا نه آدم میدونه چیه، نه درد سیستم غذایی ما میخوره. اینه واسه آتیش زدن زغاله و قسمت کباب بازار. قسمت ماهیش یه وقتی جدا این ماهی هم سریع رو افتاد زمین. Yeah, that fish jumped out of the tank. Na file salmon. خرچنگ‌های زنده هم دوستان میریم به سمت قسمت گوشیش. ملاحظه میکنید همینجا دسته‌بندی میکنن و آماده عرضه. قیمت پورک کلن تو گوشت ها تو کانادا ارزون تره و قیمت های گوشت قرمز گاو و گوساله بیشتر از پورکه. قسمت همچنان پرکه، گوش چرخ کرده پرکه. از این قسمت دیگه بیفه، گوش چرخ کرده گاوه.
هوشمنده. سیرابی خورکه و این هم که مرد. جدای بخش گوشت یه بخش بسته‌بندی دیگه هم دارن که مثلا قیمت رو ببینید، 10 دلار 12 دلار. باز انواع اقسام گوشت و مرغ اینا رو به حالت‌های مختلف در آوردن و تو بسته‌بندی های مختلف با قیمت های مختلف عرضه میشه. اینم یه نوع پرنده است، من نمیدونم چیه. اینا مثلا پای مرغه، اینا گوش خوکه. دل مرغ. اینا بال مرغ مثلا بسته ای گذاشتن بپوشن. یه انواع اقسام قیمت ها رو بسته به نوع گوشتی که دارم میبینیم و همه این گوشت هم تاریخ مصرف داره روش. این قسمت لبنیاتیشه، تخم مرغ، ولی خب این قسمت هم خالی شده. کره است. این نوع پنیره فیلادلفیا خیلی معروف اینجا مصرف میشه. یه شونه تخم مرغ 6.59. تخم مرغ هم انواع مختلفی دارن، مثلا تخم مرغ خونگی دارن همون سیستم ایران، تخم مرغ سفید دارن ارزون تره. شیر شیرم مجددم بر اساس درصد چربیش قیمتش فرق میکنه، بر اساس برندش هم فرق میکنه. یه سری شیرام دارن که خودشون یه سری ویتامینا مواد معدنی بهش اضافه کردن و قیمتش فرق میکنه دوباره. اینا ماسته، ماسته هایی که میشه استفاده کرد و همون حالت ماسته ایرانو داره، به همون کیفیت نیست ولی خب خوبه. قسمت دیگه واقعا دیگه خود سیستم غذایی چینه و هم غذای دریایی متنوعی دارن و خیلی هاشون هم آدم نمیدونه چیه باید مصرف کنه و بیشترشون هم به مزاج غذایی ما نمیخوره. فقط براتون شاید جالب باشه ببینید با قیمتشون آشنا بشید، ولی خب جامعه ایرانی خیلی راحت نیست براش مثلا این نوع سیستم غذایی رو وارد برنامهش بکنه. این غذای دریایی هم اینا از بیشترشون از آسیا وارد میشه چون مهاجرایی که اومدن سعی کردن برنامه غذاییشون هم با خودشون بیارن همینجا. جلبک ملبک دارن و دیگه اینا جلبک دقیقا میخورن. دوستان
خیلی قسمت های زیادی داره. من سعی کردم اون مواردی که به دردتون میخوره رو خیلی ریز بشم روش نشون بدم، ولی جدای مواردی که ما مصرف میکنیم خیلی چیزا رو ما نمیخوریم، یعنی به مصرفمون نمیرسه و من رو همین بردای هر آیل نشون میدم که چه سرفصلایی رو تو هر ردیف عرضه میکنه. تو سریارم خیلی گذره ازش رد میشم که فقط شما دیده باشید. این قسمت اسنکشه. اینجا همچنان تو فریزرش غذای دریایی دارن، اگر موجود جالبی بود براتون حتما میگیرم، ولی خب همشون ماهی های عادی هم بعضا هشکا و اینا هم میفروشن. این زبون گاو، زبون گوساله، اینا هم انواع اقسام مرغن مجدد، یه سری ها مثلا اینا اردک هم 17 دلار گذاشته. دوستان در خصوص برنج تو این فروشگاه حالا انواع اقسام برنج های چینی هست و خیلیش برای ما ایرانی قابل مصرف نیست، فقط هم آدم میتونه بخره و تست کنه ببینه چجوری پخته چجوری هست، ولی خب برنجی که اینجا معمولا ایرانی ها زیاد مصرف میکنن و عین خود برنج شماله، یه نوع برنج هستش میگن تیلدا، چون مصرفش هم زیاده سریع تموم میشه تو این قسمت. این یه برنج 4.5 کیلویه، اینو گذاشته 18 دلار. این الان قیمتش خیلی گرونه بخواست بعد از اتفاقای کرونا به این صورت شده قیمتش، ولی خب مثلا توی فروشگاه دیگه بود به اسم نو فریز، من هفته پیش دیدم اونجا قیمتش 9 دلار بود، تخفیف داده بود و حالا این خیلی گرونه و من اولین باره که به این گرونی میگم. قسمت نوشابه است، نوشابه کوکاشه، حدود 2.5 دلاره. این انواع عسله و مربا. اینجا به خاطر اینکه جامعه هندی هم داره، مثلا حتی روغن حیوانی که ما به اون اسم میشناسیم هندی هم دارن و اینجا هم میفروشن. دقیقا همینه، این مثل روغن حیوانی ایران میمونه، بعضش حدود 1 کیلوه. این هم هست. این ردیف بیسکویت و کوکی و اسنک و نوشیدنی و از اینجور چیزا داره با قیمتش. من اصلا تخمه هستم، باید تخمه رو دارم. اینا همه‌شون بیسکویتن، تو تنوع بیسکویت اینجا تنوعش خیلی زیاده. اسم قسمت نونه، شاید جالب باشه این براتون. انواع نونا رو ما اینجا داریم،
مثلا اینا بربریه، چون خب ایرانی ها اینجا مصرف میکنن، این نونای لواش مثلا به مصرف ما میرسه بسته 3 دلار. حالا خب نون سنگک هم داره ولی الان اینجا نذاشته. و قسمت شیرینی ها این هم پسته و بادومه، قیمت بادومش 7 دلاره، قیمت پستش هم 8 دلار. فروشگاه بزرگیه و من سعی کردم همه قسمت هایی که مفیده و به درتون میخوره با جزئیاتش براتون فیلم بگیرم و تو کانال ارسال کنم. امیدوارم که به درتون خورده باشه. هر جا هستی سلامت باشید و ممنون از توجهتون. خداحافظ.